این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از بالا رفتن حرارت زودپز نظام که هرچی به نمایش انتخابات نزدیکتر میشه نرخ ریزش از نظام هم بالاتر میره و افراد بیشتری از دایره خودی ها وارد دایره نخودی ها میشن، مثل این نماینده سابق مجلس نظام که پاک از ولایت ناامید شده. ما میگیم آقا کشور ما چون قاعده مند منضبطه و باید فقهی اداره بشه پس باید مشمول قاعده بینازهنیت باشه. یعنی چی؟ مشمول قاعده بینازهنیت یعنی این که فقهای ما باید مطمئن بشن که مثلا مقام معظم رهبری کشور رو داره فقهی اداره میکنه، یعنی باید سوال بکنن بگن که به هر حال حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری این تصمیمی که شما گرفتی منبعش ادلهش فلان، این یه بحث در واقع من از باب مثال عرض کردم. اگر احدی از آحاد جامعه بخواد رهبر رو استیضاح کند حق دارد و رهبر باید پاسخ بگوید، اگر پاسخ نداشت خود به خود معذور است. ما مکانیزمی رو باید درست بکنیم، نه که روز به روز محدودترش بکنیم، نه که روز به روز. من واقعا روز به روز احساس میکنم که نظام در واقع قیمی بر نظام وکالتی میچربه. باید بگم کشور رو فقط یک رهبر نمیتونه اداره کنه، یک شخص فقط نمیتونه اداره کنه. بله، وقتی نماینده سابق مجلس توی تلویزیون اینجوری سید علی تلس شکسته رو میمالونه دیگه شما خودتون حدس بزنین که پشت پرده جنگ و دعواهای باندی چه خبره. حالا وقتی این خبرها در کنار خبرهای تحریم نفتی نظام و سقوط نزدیک بشار اسد برای عظما بلوتوث میشه جیغ وحشتش هوا میره. حالا این آخوند کپک صورت به صحنه اومده تا با یه مش جفنگیات موقعیت درب و داغون عظما رو در ذهن بسیجی‌های ریزشی ترمیم کنه. ولایت ریشه دینه، اساس دینه، محور دینه، حقیقت دینه، روح دینه، مغز دینه. اگر اینو برداری همه چیزو برداشت. سعی کنیم این محور اصلی رو از دست ندیم. کسی گناه داره ولی ولایت قبول داره، خدای متعال می فهمن پایان کار حتما او رو میبرن بهش. مواظب باشید این ولایت از دست ما نره. اگر رفت هیچی قبول نیست. میلیون سال سر به سجده بگذاری، عشق بریزی، ناله کنی، گریه کنی. اما به نظر میرسه که کار عظما از این صحبت ها گذشته که بخوام با وعده بخشیدن گناه و قبول شدن نماز اون رو دوباره سر جاش برگردونن. وقتی عظما پشمی به امامش نمونده باشه وضعیت چش و چال و فک و فوک آخوندهای مردم آزار روشنه. وقتی که محاذی هم رسیدیم اون دختر خانم توهین بدی بر لباس من و موقعیت روحانیت کرد. یعنی شما اصلا بدون اینکه هیچی بگید نشین رد می شده اونا شروع کردن؟ ابدا، بله ابدا. وقتی ایشان یه بار که توهین کرد من چیزی نگفتم، دوباره تکرار کرد. وقتی تکرار کرد من لازم دانستم که یه تذکری به ایشان بدم. برگشتم با صدای آهسته، چون اگه داد میزدن و همسایه ها میریختن، گفتم دخترم حیا کن، خجالت بکش، من دارم به راه خودم میرم، چه دلیلی داره که شما بر من توهین میکنی؟ من ناگهان دیدم که مشتی آمد طرف چشم من. من دستم رو گرفتم که دفع کنم، متاسفانه معلوم میشه که قبلا طراحی شده بود، برنامه ریزی بود واقعا؟ که بله، حالا جوری به چشم من زد که من در جا چشم وا کردم دیدم که چیزی نمیبینم. یعنی منظورم که چون چشم انسان در گودیس مش داخل چشم نمیره، از این جهت من عرض میکنم. تو این برنامه قرار بود که این حاج آقا کیسه بوکس فقط مظلوم نمایی کنه و دل رعوفی از خودش به نمایش بذاره با حرفایی مثل این. دفاع از شخص من نبود، چون بر روحانیت و دین توهین کرد. اگر به شخص من توهین میکرد من شاید هیچی نمیگفتم، کما اینکه بارها هیچی نگفتیم. همین الانم این جوان اگر بیاد توبه کنه من به والله میبخشم. اما غرغرش که باز شد قاد زد و نقابش افتاد. آخه چه دلیلی دارد یک
من روحانی نه، سید اولاد پیغمبر نه، یک کافر داره راه به راه خودش ادامه میده. به چه منطق باید در این کشور این جا بیفته؟ یعنی عملا بایستی زبان اینها رو بکشن بیرون. این هم بخشش آخوندی که میخواست زبون بیرون بکشه. اگه میخواست مجازات کنه چی کار میکرد؟ آخر کار درسی که این حاجی از برخورد این دو جوون گرفت همون درسیه که این راننده جرثقیل از این خانوم جسور میگیره. اگه به کسی گیر میدی باید تاوونش رو هم پس بدی. احمدی نژاد که این روزها تو جنگ قدرت با عظما گلاویز شده، یه چند وقتی بود که بهش تریبون نمیدادن، ولی تا تریبون گیرش اومد باز هم مثل همیشه یه دروغ شاخدار تحویل داد. ما اون چیزی که میتونیم بدیم به بشریت فرهنگه و یقینم داریم فرهنگ غلبه میکنه بر بیفرهنگی. از اونجایی که بیفرهنگی احمدی نژاد زیادی از حد تابلوه، این آخوند که دل خوشی از احمدی نژاد نداره باز صداش در اومد. و کسی هم که معتاد بشه میگه دست خودم نیه همجوری دارم حرف میزنم. دیدی اصلا یه عده مشهور میشن، مثلا میگم فلان کسه چاخانه دیگه. این چاخان یعنی همون دروغ، همینجوری که داره حرف میزنه دروغ سر هم میبافه. انسانهایی که صداقت ندارن و انسانهایی که زبانشون اعتیاد به دروغ گفتن پیدا کرده، اینها فردای قیامت شبیه میمون و خوک وارد برزخ و صحرای قیامت میشن. احمدی نژاد اومد با دنده بی فرهنگی از خودش دفاع کنه، ولی تلویزیون خامنه‌ای همین رو هم به فرصتی برای کوبیدن احمدی نژاد تبدیل کرد. این البته خوب نیست که ذهن یک مدیر پر بشه از جریان‌های سیاسی و تبلیغی این سایت و اون روزنامه و این رسانه. منتها همین واقعیت رو به زبان‌های مختلفی میشه گفت. نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه. ده ما شروع کردن فشار به ما، فکر میکردن اعصاب ما رو خرد میکنن، ما رو ذهنمون رو داغون میکنن. ما گفتم اصلا اینا نمیخونم. اما این ادبیات خودش یکم مسئله ساز نیست؟ بله، به نظر میرسه که خامنه ای هنوز نمیدونه با این واقواقهای طولش چطور برخورد کنه، اما طبق تجربه 30 ساله احتمالاً اینطوری عمل میکنه. در مشنگستان این هفته سراغ این آیت الله حدیث فروش میریم که هر روز توی مغازش یک حدیث جعل میکنه و با زور و تهدید میخواد اون رو غالب کنه. در فن حدیث، حدیث وقتی صحیح شد از نظر سند دیگه اعلم علمای کره زمین هم باشه حق نداره بالاش حرف بزنه. وقتی حدیث صحیحه ما باید بگیم ما حدیث صحیحه معتبره، دین ما مذهب ما میگه قبول کن. دیگه من میگم اینجور تو بی خود میگی اینجور. فرمودن که فطرس را بالش را شکون در جزیره جزاره زمین گذاشتش زمین، از زد ملاکی خارجش کرد. این ملک خودش را به گهواره ابی عبدالله مالیده، خدای منان به شفاعت این نوزاد تازه متولد شده این ملک را بالا شفا و دوباره برگشته است به مقامش. منتها مسئولش اینه، مسئولیت و شغل این ملک این شده که هر کسی هر کجای دنیا بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلامو به آقا میرسونه. آخرش هم وقتی میبینه کسی حدیثشو نمیخره اینطوری اون رو میفروشه. از
از اونجایی که تلویزیون سید علی بین مردم با القابی مثل پشم و شیشه یا تیویری شناخته میشه، تصمیم گرفتن که یک سری برنامه ها رو با موجی های بدون ریش اجرا کنن. اما یه قدم که جلو رفتن، صدای بسیجی ها در اومد و توی یه برنامه زنده بند و به آب دادن. پیامم هی آخه تاکید کردی که انتقادا رو بخونید ولی شما بخونید. یکی دیگر هم بخونید که میخوام بریم دیگه بخش ورزشی. یه مسئله دیگه هست ولی خیلی جالبه، من اینو میخونم. بفرمایید. گفتن که چرا مجریا حالا بعضی میگن چرا مجریا مثلا هم سیبیلشون هم نمیزنن، بعضی میگن که چرا مجریا ما همشون ریشاشون رو محاصرشون رو زدن چرا به این شکل هست. ولی خب حالا این یک نظری بریم میده. بخش ورزشی رو ببینیم. در انتها یه ابتکار ساده برای دانش آموزانی که دیر سر کلاس حاضر میشن. آبارایو، گیت آوت. یه ہے عام زندگی. کہاں جا رہے ہو؟ سٹ ڈاؤن. یہ ہے مینٹوس.